جمهوری خواهان هنوز با افزایش مالیات ثروتمندان در آمریکا موافقت نکردند و به این ترتیب نمایندگان کنگره احتمالاً تعطیلات آخر سال هم نخواهند داشت. جمهوری خواهان خواستار تمدید مدت اعتبار قانون کاهش نرخ مالیات ها هستند که از سال 2001 به اجرا درآمد و سپس تمدید شد. استیون وایسمن اقتصاددان از انستیتوی پترسون میگوید اگر رامنی انتخابات را میبرد چرخشی جدی به سمت راست در سیاست‌های آمریکا داشتیم. در این صورت قانون کاهش نرخ مالیات پس از انقضای مهلت تمدید میشد. جان سایتز کارشناس علوم سیاسی از دانشگاه جورج واشنگتن دیدگاه بخش مهمی از جمهوری خواهان را درباره هزینه‌های عمومی توضیح می‌دهد. هنوز فراکسیون مهمی از حزب مخالف افزایش مالیات ثروتمندان است. همچنین مخالف هزینه کردن در طرح‌های ملی است یا می‌خواهد چنین خرج‌هایی را کاهش دهد و طالب تغییر دادن قوانین در راهی است که مردم عمدتاً تمایلی به آن ندارند. آمریکا آنگونه که سیاستمداران و اقتصاددانان می‌گویند با یک صخره یا پرتگاه مالی مواجه است و راه حل‌های دو حزب برای اجتناب از آن با یکدیگر متفاوت است. اشتفان کروبه خبرنگار یورو نیوز میگوید جمهوری خواهان در شرایط باخت باخت قرار دارند. اگر به افزایش مالیات ثروتمندان رای دهند از باراک اوباما شکست خوردند و اگر رای ندهند زیر فشار افکار عمومی خواهند شکست.